از دعوتنامه دوم تا گرانت شدن ویزام فکر میکنم کلن 63-64 روز زمان برد. آزمون PT رو دادید همون دفعه اول 65 پلاس رو گرفتید؟ من همون دفعه اول 65 پلاس رو گرفتم و اصلا 65 پلاس هم میخواستم، منتها اوورال هم شده بود 87 از 90 و اینجوری که 90 87 86 یه رایتینگ هم شده بود 78. درسته. راستش با تکنیک آشنا نبودم، وایسادم یه امتحان دیگه دادم، باز رایتینگ هم شد 78 و اونجا به این نتیجه رسیدم که درسته که زبانم خوبه اما باید معلم میگرفتم برای این بخش و خوبه که واقعا آشنا باشیم به تکنیک های آزمونی که میخوایم بدیم. یعنی اصلا رفتی به این نداره که چقدر زبانمون خوبه ضعیفه بده، باید با تکنیک های این آزمون آشنا باشیم و همین. وگرنه اون امتیازی که میخواستم و همون دفعه اول گرفتم. برای گرفتن خونه اول خب اینجوری نیستش که ما از راه دور بتونیم هماهنگ کنیم و یه خونه اجاره کنیم، یا شاید برای خیلی از ما ایرانی ها که خب تومنمون رو تبدیل کردیم به دلار خیلی آسون نباشه که بخوایم یهو دو هفته Airbnb بگیریم، هتل بگیریم. من از طریق همین گروه های تلگرام که برای ایرانی های اینجاست با یه خانومی آشنا شدم و خب خیلی هم حمایتگر بود. من تونستم که در واقع باهاش صحبت کنم که برای دو هفته بخوام بمونم پیشش و اگر که در واقع از شرط راضی بودیم بخوایم که تمدید بکنیم این قراردادو، که من در نهایت حدود دو ماه خونه رو باهاشون شیر کردم. باز کردن حسابم واقعا خیلی ساده است، حتی لزومی نداره که از همون اول سیم کارت داشته باشیم، اما چون که همه اول میان دوست دارن اون خیابونای اصلی شهر رو بچرخن، خب ادلید هم یه خیابونی داره به اسم راندل مال که من همون اول اومدم و اونجا چرخ زدم، همونجا سیم کارتمو گرفتم، همونجا رفتم توی بانک کامنولث سوالامو پرسیدم ازشون، با پاسپورت برای من حساب باز کردن، من نرخ بیرون رو چک کردم و نرخ اون روز در واقع بانکو هم چک کردم، دیدم همونجا میتونم که در واقع دلار آمریکامو تبدیل کنم به در واقع دلار استرالیا، چون اینجا نمیتونیم دلار آمریکا خرج کنیم، اصلا هیچ جا قبول نمیکنن دلار استرالیا یا نیوزیلند، که همونجا من دیگه توی بانک چنج کردم و که دیگه پول نقدم همراه هم نداشته باشم، یه مقداری برداشتم تا حالا بخواد که در واقع کارتم بیاد، که اونم باز درست. نیاز نبود چون از طریق اپلیکیشن میتونستم که هر موقع بخوام از طریق باجه ها پول برداشت کنم، اما متاسفانه تا کارت بانکیمون نیاد نمیتونیم که از تاکسی های اوبر و امثالش استفاده بکنیم، چون حتما درست. باید یه کارتی توشون وارد شده باشه، اینم یه نکته مهمیه. بعد یه ده حدوداً یه ده روز بعدم کارت بانکیم اومد و دیگه آسون شد شرایط. مدیکر هم اقدام کردم، توی سایت یه عالم مدارک داره که باید آنلاین پرش کنیم، اونا رو پر کردم و TFN هم رو درخواست کردم. TFN خب اینجا خیلی مهمه، تکس فایل نامبر، برای اینکه اون کد مالیاتیمون رو داشته باشیم. من چون خیلی مستر بودم خیلی زود برم سر کار و اون خب یه ماهی زمان میبره برای اینکه بخواد در واقع برامون ارسال بشه از طریق پست. کارت پروف آف ایج هم بگیرم، یه کارت شناسایی مثل کارت ملی ما با عکس، که خب همه جا به دردمون میخوره، از پاسپورتم واقعا اینجا به درد بخورتره. آنلاین نمیتونستیم براش اقدام کنیم ماها که سیتیزن نیستیم، ولی حضوری راحت میتونستیم بریم سرویس استی و با 25 دلار بگیریمش. من چون که کارم در زمینه یه در واقع آموزش به کودک بود، اینجا خیلی وقتی بحث کار کردم با بچه ها میاد وسط خیلی حساسیت میره بالا. از همون اول یه سری مدارک میخواستن، مثلا اولین چیزی که میخواستن یه دونه working with children check بود که اصلا هیچ بحثی توش نبود، تا شما اون چک رو نداشته باشی و مثل یه پلیس چک میمونه یا گواهی عدم سوء پیشینه ما، حالا یه ذره دقیق تر اون باید میگرفتمش. من برای نصف همون اول براش اقدام کردم، یه ذرم زمان میبرد صادر شدنش. روی لینکدین هم همون اواخر که ایران بودم یه ذره کار کردم، سعی کردم که توی سایت سیک، یه سایتی هست SEEK
که برای در واقع کاریابی تو استرالیا سعی کردم اونو توش خیلی چرخ بزنم، به خاطر اینکه با عناوین شغلی که من اینجا میتونستم در واقع توش مشغول به کار بشم آشنا نبودم. سعی کردم درست بگردم درست. پیدا کنم اون کلید واژه ها رو که ببینم مثلا من چه کارهایی میتونم اینجا بکنم، چون من 9 سال آخر کارم در واقع رشتم که خب موسیقی بود لیسانسم، بعدم 9 سال آخر کارم توی آموزشگاه پارس مشغول در واقع آموزش به بچه ها بودم، بنابراین میدونستم باید در زمینه آموزش به بچه ها باشه، منتها نمیدونستم عناوین شغلی اینجا چیه. اما چون میگم خیلی مصر بودم از همون اول برم سر کار، یه رزومه خیلی خوب و درست حسابی برای خودم درست کردم، یه کاور لدر نوشتم. اینجا کاور لدر خیلی مهمه، یه جورایی یه نامه یه که مثلا باید با توجه به هر عنوان شغلی که میخوایم براش اپلای کنیم بنویسیمش، یعنی نمیتونیم یه کاور لدر داشته باشیم کلم پس همه رزومه هایی که میفرستیم همون هم بفرستیم، در واقع این باید مختص هر جایی باشه که براش میخوایم رزومه بفرستیم. اولش یه کار کژوال گرفتم توی همین زمینه ایژوکیشن، یه لهجه اوزی واقعا لهجه شیرین اما سختیه، یعنی ما خیلی سعی کرده بودیم که روی لهجه آمریکاییمون کار کنیم اون موقع، و بعدم گفتیم بریم یه ذره بریتیش و اینا بشنویم چون شبیه، ولی راستش شبیه هیچ کدوم از چیزایی که شنیده بودیم نیست. من روزای اول واقعا گیج بودم، چندین بار میخواستم از آدم‌ها تکرار کنن حرفاشونو، البته نه همه، خیلی ها اینجوری نیستن، اما خب مخصوصا اس ای و مخصوصا ادلید شهریه که مثل ملبورن نیستش که از هر گروه و نژادی توشون همه جا ببینی، بیشتر آدم های اوزی میبینیم اینجا نسبت به حالا بقیه ملیت ها، بنابراین این برای من یه چالش بود اول مسیر که خب خیلی راحت، ولی به زودی آدم عادت میکنه به جریانش. من خودم توی بندر انزلی بزرگ شدم، یعنی دنیا اومدم بزرگ شدم تا 18 سالگی، بنابراین این آرامشی که ادلید داره برای من خیلی خوشاینده، کنار اقیانوس آفتابی، البته نه همیشه، زمستون خیلی سختی بود بیتاروف به من گفتن، من واقعا اینجوری بودم که خب دیگه داریم میریم استرالیا و برداریم دیگه لباس شنا و اینا رو برداریم که دیگه کلن آفتابی و گرمه، و خب حقیقتا هم به خاطر وزن چمدون نمیتونستم خیلی لباس زمستونی بیارم، اما نه تنها خیلی نیاوردم بلکه اصلا با اعتماد به نفس گفتم سردم که نمیشه دیگه، حالا سردم شدیم یک کاپشن هست، و واقعا یخ زدم واقعا یخ زدم. پاییز و زمستون خیلی خیلی سردی داشت ادلید، و منم همون اول که اومدم یه سفر رفتم ملبورن و واقعا 7 روز طوفانی رو توی ملبورن سفری کردم، مجبور شدم دیگه لباس بخرم و کلا و دستکش و شال گردن، و واقعا ما انتظارم فرق داشت، طوری که وقتی یه هفته رفتم بریزبین از سفر اومده بودم بچه ها میگفتن که خب چطور بود، میگفتم خیلی هواش خوب بود، خیلی گرم بود، من خیلی خوشم اومد، یعنی فقط از هوا میگفتم انقدر که اینجا سردم شده بود. اما با این حال اینجا برای من که انزلی بزرگ شدم خیلی خوشاینده، هرچند که 12 سال آخر ایران بودنم و تهران بودم، اما با این حال خب بی تاثیر نبوده اون سال اول، اما خب میبینم که تفریح و خوشگذرانی خب به اندازه شهرهای بزرگترش نیست، هرچند اینجا به لحاظ وسعت خیلی بزرگه اما خب جمعیتش پایینه نسبت به ایالت‌های دیگه، مسافت‌ها توش واقعا طولانیه، طوری که من روی گوگل مپ میزدم میزد با ماشین الان 7 دقیقه، بعد میگفتم خب پس من پیاده میرم دیگه، میزدم میدیدم 56 دقیقه بعد پیاده روی کنم، هرچند که واقعا برای روزهای اول خیلی هم خوشایند، آدم میره شهر رو میبینه، مخصوصا این که توی ادلید خیلی به طبیعت و فضای شهری بها میدن و این خب خیلی خوشایند، آلودگی هم نیست، سر و صدا نیست اونقدر، و خب واقعا به نظرم برای هفته های اول خوبه. اما بعد حتما برای سرکار رفتن آدم به ماشین نیاز پیدا میکنه، طوری که من همون هفته های اول نیازشو دیدم و هر جوری شده ارزون‌ترین ماشینی هم که میتونستم پیدا کنم رو گیر آوردم و خریدم، چون واقعا نمیشد، مسافت‌ها خیلی طولانی بود، هرچند که حمل و نقل شهری خیلی فعاله مخصوصا توی بخش CBD که مرکز شهر رو در واقع اینجوری خطاب میکنن،
فعالیت حمل و نقل عمومی خیلی خوبه، حتی رایگانه توی سی بی دی، اما برای باقی شهر بی‌طرف بگم نسبت به شهرهای بزرگ کمتره، یعنی فاصله زمانی که در واقع ما میبینیم این قطار ها میان و میرن، یا قطار که نه در واقع اتوبوس بهشون میگن، نمیدونم من خیلی استفاده نکردم راستشو بفهمم، اول رفتم سراغ ماشین از سر تنبلی، تهران برادرتمون کرده، ولی میبینم که با فاصله در واقع طولانی تر میان. خونه دوممو از در واقع اپلیکیشن فلت میتس دنبالش گشتم، به خاطر اینکه خب من خونه نمیخواستم بگیرم، چون میدونستم هنوز به من خونه به راحتی نمیدن، به خاطر اینکه من ریفرنس نداشتم، فیش حقوقی نداشتم که ارائه بدم، سیتیزنم که خب نبودم، بنابراین من از فلت میتس استفاده کردم. انقدر من توی ایران این فلت میتس رو بالا پایین کرده بودم، برای آدمای مختلف مسیج فرستاده بودم برای اینکه آشنا بشم، سرک بکشم، با وی پی ان هم با میرفتم دیگه، این اپلیکیشنش منو بند کرد، اکانتمو بست و من خیلی پیگیر بودم، اکانتمو بست و گفتش که به نظر میرسه که شما دارین از لوکیشن های مختلفی وارد میشین که یه ذره معقول نیستش و اگه اکسپلنیشنی داریم بدین، که من براشون پیام نوشتم سفت و سخت که من از ایران دارم در واقع از سایتتون استفاده میکنم، چقدرم خوب و کاربردیه و واقعا هست و من وی پی ان دارم استفاده میکنم، بنابراین هر بار یه آی پی میده و دلیلش اینه، و خیلی هم اصلا کمتر از 24 ساعت اکانتم رو باز کردم دوباره و من خیلی راحت تونستم هم خونه پیدا کنم برای خونه بعدیم، که این خیلی خیلی کمک کننده است. آپشن خونه های اشتراکی و اتاقی که بتونیم از یه خونه در واقع اجاره کنیم، یا حالا فلت و هر چیزی، یا اصلا دنبال فقط یه فرد هم خونه میگردیم، این اپلیکیشن خیلی کمک میکنه. واقعا دوستای خودم اونایی که دارن اقدام میکنن برای در واقع استرالیا همه اینجوری هن که خب ما الان بشینیم زبانمون رو بخونیم، به نظرم اول زبانه، چیزی که من بهشون میگم اینه که اتفاقا اول زبان نیست، اول اینه که تصمیم بگیریم این پروسه رو شروع بکنیم، به خاطر اینکه ما از وقتی که حالا قراردادمون رو مینویسیم شروع میکنیم به جمع کردن مدارک و ترجمهشون، و اولا جمع کردنش خودش کلی طول میکشه و نرم یه راست سراغ ترجمه، جمع کردن مدارک و اصلاح کردنشون و ترجمه کردنشون و فرستادنشون برای اساس خودش کلی زمان میبره و ما وقت زبان خوندن اون موقع پیدا میکنیم، بعد اون انتظاری که ما داریم تا اومدن اساس خودش یه زمانیه برای زبان خوندن دوباره. خیلی از رشته همون، خیلی از رشته ها مثل رشته خودم همون اول اصلا زبان نمیخوان، بنابراین برای اساس نیاز به زبان نداریم، حالا بعضیا میخوان، آره متفاوته، بنابراین اگه این پروسه زبان خیلی طولانی بشه، من 6 ماه 8 ماه 10 ماه یه سال زبان بخونم بعد برم امتحان بدم، این خیلی مؤثر نیست، یعنی مثل یه پروسه ایه که باید بیافتیم توش، بودویم یه دوره فشرده انجام بدیم و بریم امتحان بدیم، این بهترین حالته، چون وقتی طولانی میشه کسالت آور میشه. من فقط اینو میخواستم اینجا اضافه کنم. شرکت مهاجرتی یه سری چیزایی رو میبینه، مثلا من روز اولی که اومدم اونجا رو یادم میاد که هیچ اطلاعاتی نداشتم، هیچ درکی نداشتم از جایی که میخوام برم و پروسه ای که در واقع داره اتفاق میفته، ولی شما و بچه ها و تیم شما چیزایی رو میبینین که خب از چشم من پنهونه، و من هر کدوم از اون چیزایی که در واقع ازتون میشنیدم خودم میرفتم دوباره در موردش میخوندم، به خاطر اینکه اینجا بعدم به کار میاد. میبینیم که مثلا میگم من این مدارک رو جمع میکردم تحویل میدادم، بعدم میبینم توی کارم اینا این سختگیری رو اینجام دارن پس، و چقدر خوبه که من راجبش خوندم میدونم. مثلا من داشتم دو برابر چیزی که میدادم، چیزی که باید میدادم مالیات پرداخت میکردم،
و این خیلی عدد زیادی بود و به خاطر این بود که من اطلاع نداشتم که ویزاهای ما میگه اصلا برای 18,000 تا اول حقوقت در سال مالیات لازم نیست بدی. من اینو نمیدونستم و خب اگه خودم میرفتم مطالعه میکردم در موردش خیلی کمکم میکرد. بنابراین همین تنها چیزی که میخوام بگم اینه که مسیری که داریم میریم در واقع تیم شما دوستان عزیز خیلی تلاش میکنن این پروسه رو تا گرفتن ویزا هموار کنن و ما خودمون باید از این فرصت استفاده کنیم برای اینکه اون زبانه برای مدارک بعدی برای آشنا شدن با اپلیکیشن ها و لهجه و همه چی خودمون از همون اول قدم برداریم که زندگیمون اینجا هم راحت بشه، چون ویزا آخرین نقطه در واقع این نیست که بگیم آخیش دیگه تموم شد.